آقا الان ببین، امید آدرسش این بود، گفت که این پله ها رو میرین بالا، خونه اونجا سالی که اینجا بود هیچ پله ای هم نداشت، یه بونفایر هم توش. پرید بیرون. امید سلام بچه ها، خیلی خوش اومدین به یه قسمت جدید از بازی دارک سولز 2. من هایزنبرگم و اگه دفعه اولی که کانال منو دنبال میکنین حتما روی گزینه ساب بزنین و زنگولم رو فشار بدین تا اگه ویدیو جدیدی اومد در جنش قرار بگیریم. با من همراه باشین. اونایی که رادیو هایزنبرگ رو دنبال میکنید توفنگ بیسته ها بیدارش چیه؟ بچه سلام، طبق روال همیشگی سلام سولزی داریم خدمتون. و اینکه من قبل اینکه شروع کنیم قسمت 15 رو بگم که این قسمت قرار بود قسمت 16 باشه، من امید که حالا بعد از منم میاد صحبت میکنه، قسمت 15 رو ضبط کردیم به دلیل نقص فنی نشد این قسمت رو من بذارم توی یوتیوب. یه سری توضیحات داره که حتما راجبش حرف میزنیم. قبل هر چیزی یادتون نره توی دیسکریپشن سوشال مدیای من رو امید و امید رو دنبال کنید، مخصوصا کانال یوتیوب امید که داره دارک سورس 3 رو اونجا میذاره که من تا این ویدیو هم باز قسمت جدید پنجمش اگه اشتباه نکنم که گذاشته رو حتما براتون میذارم. و امید بیاد سلام علیک کنه تا بریم ببینیم تو قسمت قبل چی شده که شما در خصوص داستان نمیدونید و چه چیزای مهمی اتفاق افتاده که شما باید در جنش قرار بگیرید. امید جان سلام، یه واسه بچه‌ها که یه مدت ندیدیمشون. آقا سلام، چطور بچه ها؟ ردیفین، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. آقا قسمت هشتم هم من تازه میخوام بگارم، هفتم هم گذاشتم. چی میگی برادر من؟ نمال نمی کنی کانتنت ها رو؟ عددش یادم نبود. آقا خیلی مخلصیم، دمتون گرم بچه ها، مرسی از اینکه میبینی. آره ما تو قسمت قبلی کلی اتفاق افتاد، یه قسمت خیلی دراماتیک بود از این جهت که ما سرنوشت لوکاتیل رو دیدیم. با توجه به کارهایی که ما توی دفعات قبل انجام داده بودیم، شما توی سرزمین آلدیاک وارد میشین، آلدیاک کیپ، قطعاً در واقع چیز رو میبینین، لوکاتیل آف میرا رو میبینین، همون دختره که اولش با اطمینان حرف میزد و اینا. تهش برای اولین بار ماسکش رو برمیداره و زیر ماسک شما میبینین که نصف صورتش خالو شده و اونجا پایان داستانش رو اعلام میکنه، میگه که من دیگه خیلی یادم نمیاد اسمم چیه، خواهشم تو اسمم رو یادت باشه. و یه جورایی خیلی دراماتیک خداحافظی میکنه ازتون و دیگه هم نمیبینینش. و چند متر جلوتر برادرش رو میبینین که اینویدتون میکنه و شما برادرش رو میکشین. حالا دو تا روایته، یکی این که میگن لوکاتیل به برادرش نرسید و تو این راه کشته شد، یه سری هم میگن که برادر اینویدش کرده و زدتش و در واقع لوکاتیل به این وضعیت در اومده. ولی مهم اینه که هرچی هست سرنوشت لوکاتیله که اون هم به نوعی میشه گفت آندد میشه. ما توی ادامه مسیرمون یه شخصیتی مثل ناولان که وقتی وارد آلدیا کیپ میشین باید حواستون باشه که یه دستگیری و دستگیری به شما نکشین و یعنی ناولان میاد و تمام NPC هایی که شما توی مجولا دارین رو از بین میبره. واسه همین فقط و فقط کوئستش رو باید انجام بدین، اونم زمانی باید انجام بدین که خودتون هالو شدین، یعنی یه بار مردین و به صورت آندد بریم باید صحبت بکنیم. یه سری کوست ازتون میخواد، یه سری ها رو میگه باید بخوشین و اینها. کمی شخصیت های توی مجولا هم که اگر کوست این شخصیت های توی مجولا رو انجام بدین بهتون یه سری آیتم میدن، مثلا گیلیگن یا همون لدر اسمیت وازی بهتون یه نردبون میده، کیلن بهتون کلاه میده، یا خود در واقع امرال که حالا توی نسخات هم میبینین یه دونه پر بهتون میده و اینا رو شما کافیه فقط به ناملا نشون بدیم و تمام. این از این. بعد ما رفتیم رسیدیم به در واقع آلدیاکی. من خیلی سریع دارم میگم که سریع بریم سراغ آره. به خود آلدیا کیپ رسیدیم، جایی که آزمایشگاه آلدیا یا اون شخصیتی که از تو بونفایر را بزرگتا میتره کنه میاد بیرون که اون توی دارسوز دوی کلاسیک نیست و توی دارسوز دوی اسکالر آف فرست سین دوام قرارش دادن تا به یه سری از معماها و یه سری جوابهایی که میشد توی دارسوز دوی اصلی بدن جواب دادن با این کارشون. آلدیا در واقع برادر وندریکه، اینو من تو قسمت قبل نگفته آره. بودم تو قسمت 14 نگفت هاشم میگم آره آره الان به هاشم میگم، هاشم اولین بار میشنوه. آلیا برادر ونریکه و جز کساییه که داره آزمایش میکنه روی آدمهای مختلف برای اینکه به این نتیجه برسه که چجوری میشه از شر اون تاریکی که ما تازه فهمیدیم قضیهش چیه و همون داستان ناشان را هست یه جوری از نفرین خلاصی پیدا بکنه.
خود آلیان میبینیم به چه شکلی در اومده با این کار. و بعدش هم ما رسیدیم به یک دراگن که مشابهش توی لند در واقع هیدس تاور دیده بودیم، بچه‌ای که دارس دو کلاسیک بازی کردن اولین بار اینجا باش رو بروشن. آره یه سری بچه‌ها مشکل رو داشتن دقیقا، گفتن تو کلاسیک بازی میکنیم دفعه آره. اوله آره اولین بار و آخرین بار که نه، چون باز هم خواهیم دید چه کاراکتری رو و فقط و فقط باید مواظب باشین که این آتیشش بهتون نخوره، برای هیچ کاری نداره، باید استاملاتون رو مدیریت بکنیم و گوشه ها حرکت بکنیم واسه اینکه آتیشش بهتون نخوره، زیر پاش حرکت ضربه و تمام. اونایی که بسیار بسیار راحتی به خصوص که اگر با گریت سورد بزنید، اونایی که چیزن، اونایی که گیر کردن نمیدونم قسمت چندم بود، ولی تو قسمت های ابتدایی همین دارک سورز 2، چون ما دارک سورز 2 کلاسیک بازی نمی کنیم، یه بار باهاش برخورد کردیم اونجا من و امید و کشتیمش، میتونید اونو برین ببینین، دقیقا همونه، یعنی نوع فایتش همونه، اگه اون ویدیو رو ببینین میتونین ایده بگیرین و همین گریت سورد هم باهاتون باشه. یه نکته هم که الان من متوجه شدم و امید گفت، اونم اینه که تایتان چانک که برای آپگرید کردن این شمشیر و این شمشیری که من تازه به خاطر دکس 20 میتونم استفاده کنم احتیاج داریم رو، بعد از تموم کردن آلدیا شما میتونین از این دختر خریداری کنین حتما، که فکر کنم تعداد محدودم 10 تا داره کلا، 10 تا داره. آره آره بقیه رو باید بید پیدا بکنید از گوشه و کمر بزنید، 10 تا داره و من میخوام اگه بشه با پولی که میده این قسمت هر جوری شده اینو لول 10 کنم گریت سوردمو، که برم تو کار لول اپ این یکی شمشیر. خب آقا دیگه درس بگیم که اگر بچه هم موفق بازی نشدن که اون قسمت رو پیدا بکنم، تو این قسمت ما قراره از این دراگونات دلتون بخواد ببینیم. آره خلاصه کلی داستان اینجا از دست رفت یه جوری، منم عذر میخوام، واقعا نمیشد کاریش کرد، ولی هر قسمت همینطوره، یعنی از اون پارتی که ما از قسمت 13 هم به بعد یا 12 هم به بعد که ما با ناشاندرا برخورد میکنیم، کلا روایت بازی یه خورده حال و هوای جدیتر و جدیدتری میگیره و از اون کندی قبلش جدا میشه. کنده فرنگی، کنده چی رو چه عجب کنده یه. حالا امروز کجا میریم؟ امروز دیگه آلدیا نمیریم. آره امروز میایم توی لند جدید به اسم دراگن ایری که پر از اشتهاه، یعنی تو آسمون، حالا قسمت قبل بچه ها ندیدن، یعنی هاشم لحظه ای که ورود کرد قشنگ هنگ بود که چقدر اینجا دراگن، آره اجدها رو هوا بود. آیدل رو باید نه کدومه دارم چرت و پرت میگم اصلا جفن دراگن ایری آخرین لندی که آره. باز شد. آره آره دیدم. ببین این کاملا آپشناله، ما الان ساینر هم اینجا بزنیم، ولی به بچه ها الان من میگم اگر بخوان میتونن این لند رو بدون کشتن حتی یه دونه دشمن میتونن تموم کنن. کجا گذاشتی؟ بغل آتیش؟ از بیخ؟ آره آره بغل آتیش. آقا این بالا بودن اجده ها، نمیدونم هنوز هم اینها، ببینید آسمونو میبینید اجده هاست رو آسمون بیشتر بودن، ببینید یکی هم این وره خیلی هن. حالا بریم رو آسمون پرن. امضایی نمیبینم از تا نکنه، نه من که نمردم. بعد یه سوال دیگه این که اینجا ما یه پری هم گرفتیم از چیز، از دختره. آره این پره رو که گرفتید من توضیحش رو بدم، توی آیتمات هم نگاه کنیم اون پره هست، این پره بهت کمک میکنه به صورت نامحدود قابلیت هومبارد بون رو داشته باشی. خب یعنی توی هومبارد بون میدادی هی تموم میشد دیگه، حالا تو هومبارد بون تو صورت نامحدود با این پره بتونی استفاده کنی. اسمش چیه؟ اسمش ریستورز اسپید یوزز؟ نه آ اینه پیدا کردم، ریتن تو لاست بون فایر. آره این پره. آره بغل خود هومبارد بون هم هست ایجد فدر. دو تا آپشن داریم، یا اینکه تنها با اون یه تیکر رو بری که تقریبا میشه گفت 90% این اپیزود رو باید تنها بری اون وقت، یا اینکه چیزه، یا اینکه اصلا این لند رو میتونی به همون شکلی که گفتم اسکیپ کنی، اینجا فقط آیتم باید برداری در آیتمه و یه سری خود همون اجراها که باید بکشش. خب میتونی اینجا رو اسکیپ کنی و بری باید لند بعدی. آره اسکیپ کنیم بریم لند بعدی. آقا درستان اینجا رو دیدین، اینجا علاوه آیتمی و اینا امید میگه مهمه، لور داستانی خیلی اینجا اهمیت خاصی نداره، آپشنال. اینجا لور داستانی خاصی نداره. آره اینجا آپشنال. لور داستانی نداریم ولی خب میام لنده خیلی خوشگلیه. آره اینو حتما بریم. خب من برگردم ماژولا برای لنده بعدی.
نه 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 بیام تو کجا؟ همین بالای نردبون که هستی یه دونه دروازه میبینی این جلو، دروازه چوبیه که میبینی خب بذار برم بالا نردبون این دوباره. بالای نردبون. اوکی اوکی خب دروازه دروازه رو چوبی دیدی؟ کجا؟ اون جلو تو. آره جلوی نردبون یه دروازه چوبیه درست. آره می جلو اش نشه گراب گراب کن آوزون میشه الان گراب کردم. خب یه دست جلو بده خودش میره تو هیچ کاری نکن دی. اوکی گراب کردم رف اون طرف پرید پای. اوکی وقتی میای پایین سمت راستتو نگاه میکنی یه راهیه که یه کوچولو میره بالا. یه انمی هم درسته؟ اوه یکی از این انفجاری های یکی از این انفجاری هم بود. جالبه جونم هم کم نشد ترکی. چرا؟ اون هست که آیتم میشکونه. آیتم هم شکونده؟ احتمال داره بزنه مثلا شاید آیتم بشه. چجوری بفهمم خب، شکسته؟ الان تو کجایی؟ خب الان ترکید منو پرت کرد هوا. خب الان تو کجایی الان؟ من الان همین بغل گرب که افتادم پایینم همینجا یه چیزی اومد بغلم ترکید. الان میخوام ببینم آیتمی شکسته دارم یا ندارم. چجوری میفهمم؟ الان تو فعلا کاری نداشته باش. الان به نظرم خودتو برسون به بونفایر بعدی. خب بگو بیشتر هدف هم اینه که تو به بونفایر بعدیه برسی. خب بگو بذار الان از شانس من اینجا یکی از NPC ها من اینویت کرد. ببین ما الان یه چیز رو داریم. یه دونه پل باید ببینی تو همینجا که میام بالا. یه پل لست چپ همه درسته. آفرین دقیقا اون پل رو برو. الان یه شکل عجیب غریبی میشه پله. اصلا نترس حالت عجیب غریب پیدا میکنه الان پل. آره یه ذره احساس میکنی کلت داره گیج میره. آره این طبیعیه. یعنی نمیتونم سالم بودو هم. اوکی رسیدم تهش. این دراغون شراین این به یه شرط. آره اینجا به یه شرط این پل قابل شکستنه. به این شرط که تو اگر توی اون مسیری که اگر اون لنده میومدی تخمای اجده های زیادی رو بشکنی اینجا یکی از اجده ها میاد اینجا پل میتره کنه و تو میمید. آها اوکی آره. ولی الان توی دراگون شراین هم چقدر اژدها بالا کلمه. پشمام شبیه گیم آف ترونز شده. آره خب اینجا الان پر اژدها میشه اینجا. حالا کاری که شما میکنی چیه؟ چیه؟ همین بغل یه دونه چیز وجود داره. یه دونه پلاس یه خونه وجود داره. آره پلا رو میای بالا بعد یه حالت ساختمون اونجا اونجا یه دونه بونفایره. اوکی آقا الان ببین امید آدرسش این بود گفت که این پله ها رو میرین بالا خونه اونجا سردی که اینجا بود هیچ پله ای هم نداشت یه بونفایر هم توش. آه پرید بیرون امید. نه ترس شیت دوباره که اینه دوباره آلدیا ساره. حرفاش مهمه یا تعریف میکنی؟ چیز خاصی دیگه نداره همون حرفایی که اصلش بهت گفتمه. خب فقط یه سوال هر موقع ما اینو میدیدیم یه اتفاق مهم تو لور داستانی میافتاد این قضیه اینجا هم صدق میکنه؟ زده what is your choice no yes what is your choice yes کن اصلا اینا خیلی مهم نیست. اوکی من آلدیامو چرت و پرت داره میگه بعدم رفت. آره الان این میره. ببین اینجا به بچه ها من یه چیزی رو بگم. اگر اینجا شما یک نفر رو تامن کنید بیچاره میشید. خب در نتیجه به هیچ عنوان اینجا کسی رو سامن نکنید. چرا؟ کاری که حالا میکنید چیه؟ ببین به خاطر اینکه اینجا حالا بیای بالا مشخص میشه از این بونفایر بیا بیرون سمت چپ پله ها رو بیا بالا تا باید بگم یه کوچولو پلا مونده تا آخر بیای بالا وایسا. خب یه دونه نایت سیاه میبینی
هنوز با ندیدم. دو تا آره نایت طلایی، آره دارم میبینم. با دو تا نایت طلایی پوش، یکیشون سمت چپ وایسه، یکیشون اون بر وایسه، نایت سیاه وسطه. ببین اون دو تا نایت هیچ کاری ندارن، نایت کوچولو. اوکی او فقط میکنی نایت سیاه رو میکشی. اوکی به هیچ عنوان به اونا هیچ کاری نداری. نایت تعظیم هم کردن به هم. دقیقا بهت میگم حالا چرا اینا تو نسخه اصلی این کارو نمیکردن، اما اول میافتادن به جون. خب کشتمش. خب چرا اینا تعظیم کردن به هم نیومدن؟ ببین تا زمانی که کسی سامن نکنی و تا زمانی که از دست اینا در نری و اینا کاری ندارن، اما اگر ببینن تو یکی سامن کردی بلا فاصله باهات فایت میکنن، یا اگر ببینن که تو از دست این نایت سیاه ها داری در میری میکشتنن. برای اینا افتخار مهمه، آنر مهمه برای اینا. اوکی آها، یعنی ببینن آدم ترسویی هستی پارت میکنن، ببینن آدم ترسویی نیستی به احترامت جیرت میدن. آها به احترامت مثلا. حالا تو که از پله ها اومدی بالا، بار اول سمت راستت یه دونه دروازه کوچولوه، میای تو اون دروازه هه. یه دونه گفته چست اهد. آره میای جلوتر ته اینجا سمت چپ یه دونه چست باز کنم. آره چستش هم سالمه، توش پرتقال اساتی که آره پرتقال استیک بود توش، برداشتم بعد دوباره پنجره بیا دره بیام بیرون. از دره میای بیرون پله ها رو میای بالا. اوکی پله هایی که نایت سنتراسیه بود اصلا هم نترس از بغلشون رفت. خب میرسی به نایت سیاه دوم. اوکی اینم بعد بکشیم. وای 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 داره منو میکشه. کش منو امید، خیلی تون تون ضربه میزد، کشته شدم. خب بچه ها ما اون دفعه اول کشته شدیم جلوی این، مکانیزم فایتش فرق داشت. این دفعه یه مدل دیگه داریم باش فایت میکنیم. این اگه شیلد رو بگیریم کامل کاری بهمون نداره، ولی مدام قراره ضربه بزنه و واسه همین باید رو ضرباتش که تندم هست دوش بچرخیم و شیل بگیرین. با سه تا ضربه هم تموم میکنه. دقیقا. اوه سوتی دادم، یه ضربهش زودتر خورد. ضربات سریعه. آره الان یه ضربه دیگه منو کشته دوباره. سوتی من رو دیدی توی همین صحنه و تمام. دلی. خب آره فقط من این یه ذره واسه جونم به چوس خر بنده، جونم رو پر کنم. اوکی اینم رو کشتم. باز این شوال زردا با هم کاری ندارن؟ نه الان کاری ندارن. میتونی از بین اون شوالی ها بشرخی خب و بری بالا. مسیر میتونی بری بالا، یکی دوتا آیتم اونجا هست، میتونی آیتم ها رو برداری. پله ها رو رفتم بالا، این بالا یه چمدونه باز کنم، یه جبه هست. آره چمدون رو خوب اومدی. آبا چمدونه دیگه، اینا قدیما به اینا میگفتن چمدون. نه نگاه نکردم چیه. بچه ها عذر میخوام، قرار بود یواش بزنم که ببینین. خب بعد چی کار کنم؟ بعد پله رو سمت راست بزنم. خوب اومد. آره سمت راست برم، بازم شوالیه ها هستن. آره بعد پله رو برم بالا. یه آیتم اون بالا. آره اینا باز منو ببینن تعظیم میکنن دیگه. دقیقا. تیر کمون هم دارن، چقدر هم زیادن. یعنی اینجا سامنت کرده بودم همه اینا رو باید میزدین؟ دقیقا. دونه بعد سخت زدنشون ها، یعنی فکر نکن ساده. خیلی چیز هرون زاده. برگردم پایین الان. میتونی برگرد پایین مسیری ادامه داشتی، ادامه داشت رو میتونی بری جلو. خب پله رو برم بالا، حتی از اون بالا هم میشد پرید پایین. آره خب پله رو اومدم بالا، بعد با
بازم پله رو برم ببین بالا. الان آخرین انمیه که آره اینجا الان آخرین انمی از اون سیاه هاست. این دفعه فایت این هم فرق میکنه. این هم مواظب باش میتونی بزنش کاری نداره. کسافت عمال. خب اینم رو زدم. آفرین عالی. حالا یه دونه در میبینی جلوت که سیاه دورش یه جورایی، نه خونه، نه چرت و پرت گفتم، یه ذره خون بود توهم زدم. در رو باز کنم؟ آره در رو باز کن. میری جلو باز یه در دیگه است. اینجا خیلی خوشگله هاشه. پله رو میرم بالا. در دوم رو باز کردی؟ باز کردی آسمون رو نگاه کن. وای راست میگه، این همون قلعه است که همون اولی هم که وارد شدیم گفتم چقدر خوشگله، اینجا بالا سرش پر اجدها بود. دقیقا. حالا میای جلو چقدر دور تا دور شوالیه. پره از این نایت ها، یعنی تو رو سامل کرده بودن. یکی از این نایت ها پاره میکننت، اینا پارت میکنن، ولی یه دونه اصلا اون وسط الان میری جلو همه هم به تعظیم میکنن، یکی از ناس اون وسط اون بهت حمله میکنه، اون رو باید بزنی الان. اوکی همه تعظیم کنین، تعظیم کن. اون احسن. وسط فقط بد میزنه هاشم. همه اون چی باید شید بگیرم بالا یا نه باید جاخالی و اینا رو قاطی کنن؟ شیل و اینا هرچی میتونه، قدرتی که داری بزن که کنین فوق العاده. وای 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 این خیلی خوبه. اوه کش منو به یه چوس بند بود امید. فاک. خب بچه ها اون دفعه قبلی که من مردم و الان هم میخوام برم آیتممو بردارم، البته این داره میاد، ای توف تو ذاتش. وای پولم اون وسطه، لعنتی پول منو ندازی. آره همون عقب وایسا. اوکی پولمونو برداشتیم. یه ضربه. آشم اومده تا انتقام شدید. عجله کردم امید باز از این بود بزنه پارم کنه. جونم رو کم کرد امید. حالا یه جون نصفه زدم. جون بخور، جون بخور. آره خب این ضربه دوم خوبه. بیا وسط جونش، این عالیه. یا جونم رو دوباره پر کردم خوشبختانه. این هم یه ضربه، حالا یه ضربه دیگه میخواد. ببینیم میشه این ضربه آخر رو بک استپ کرد یا نه. بعد پر رو بزنه اوه گوه خوردم. آره یا بیا یا داداش. اوه چجوری ضربش خورد؟ کشتمش بالاخره، ولی نشد بک استپ کنم. عالی. خب نه اینجا اصلا هیچ ترسی دیگه نداری، فقط دیگه باید بری جلو. هیچ کدومشون هم به حمله نمی کنن. ولی اگه تو سامن شده بودی علکی زیاد عادی برم جلو. عادی برم جلو. آره برو جلو، فقط نه ترس اون موجودی که تهش میبینیم. یه اجده هاست این ته. وای یه اجده هاست. آره نداره. خب برم پیشش. برو پیشش اگه میخوای دورش بشخ. این باس آپشناله، خب اگه بزنیش باس میشه. آها بچه ها پس این باس آپشناله، این همون درگن هم هست میپره هوا و اینا. آره این منطقه فرقش اینه که یه دونه میزنه فقط و میکشتت. آره عجب. درج میکشه. خب
آره اینو باید مواقع باشین به شدت. چقدر این پشت خوشگله اینو میتونه اجدها. قشنگ پاره کنه. ستونا تا نصفه تو ابران اجدها اینجاست. ای بچه باحاله. خب الان ما چیکار کنم؟ خب الان باهاش صحبت میکنی بدی آیتم میده. آه میشه باش حرف زد الان. آره این آیتمی که بهت میده یه جورایی میشه گفت مهمترین چیزی که توی بازی وجود داره. ای چه آیتمی میده؟ حرف زدن یعنی با چه جنسی؟ اشن میست هارت، یه کلیده. آره و بهت هم یه تروفی میده الان. اشن میس هارت گفتم نداد به ما دست در واقع. آه رایسا پارتی رو ببندم یهو یکی نیاد. یا پارتی توه اگه اشتباه نکنم. پارتی منه. آره الان اچیومنتش هم داد. ایشنت دراگن به هم داد. ایشنت دراگن رو به هم داد. آره ببین این این در واقع چیز آیتمی که داری میگیری بهت کمک میکنه که برگردی و مهمترین اتفاقاتی که توی چیز بوده رو تو گذشته بوده رو آها. ببینم فقط نمیتونم تغییر ایجاد کنم. خودت قسمتی ازش میشی حالا. آها اوکی. آیتمه چه نقشی واسه تو داره که خیلی از اون معماها رو واسه تو حل میکنه. قبلی که توضیح بدی یه مسیر به من بده که کجا برم بعد بگو، چون میگفتن مثلا موقع توضیح دادن پره رو بزن چطور. آره پره رو بزن برگرد بیا توی چیز آخرین بونفایر رو اونجا هم بیا توی مجولا خیلی کار لیول ها پیچی دیگو کنی انجام بده. خب بگو تو. ببین اینجا رو خوب گوش بدیم بچه. الان آره اینجا خیلی مهمه. الان ما باید برگردیم توی سه تا نقطه مهم بازی باید بریم و این تغییرات رو در واقع یه جورایی میشه گفت ایجاد بکنیم. حالا این تغییرات چی هم و کجاها ما باید بریم؟ شاید باور نشه ولی اولین لندی که ما توی بازی رفتیم الان باید بریم اونجا. حالا ممکنه اولین لندی که رفتیم کجاست؟ باید بریم Forest of the Fallen Giant. اوه اونجا تا تغییر خاصی انجام بدیم؟ دقیقا اینجا باید کلی حالا تغییرات ایجاد کنیم. خب اگه لول اپ چیزی داری انجام بده. سول مولی که ندارم، یه دارم به نظرت. یه لول شمشیرم رو که میتونم بدم بالا ولی خب ببینم سولی چیزی دارم برای فروختن. اگه نه که با همین برم شمشیر رو یه لول بدم بالا چون سه تا دونه چیز دارم. ببین الان میتونم یه دونه دیگه هم از این بگیرم واسه اینکه بچه هم ببینن. ببینید توی آیتم های این دختره تایتان چانک رو میبینید، 10 تا بوده 3 تا خریدم، الان یکی دیگه هم دارم ازش میخرم و الان میام اینجا و توی رین فورس هم این شمشیر اصلیم که گریت سورده یه لول میدم بالا چون 3 تا دارم. لول بعدیش تایتانت سلاب میخواد، اونم دارم چه باحال، میتونم دهش کنم. آره تایتانت سلاب داری. تایتانت سلاب دارم. قاطعاً باید یه تروفی چیزی هم باید الان که ده شدیم فکر کنم. پس میتونم الان شمشیر دومم هم راحت بدم بالا. الان یه تروفی داد لول ده شد. آره دیگه بخاطر که لپن افتاد که تا آخرین درجه بیاری بالا یا نه تروفی بدی. خب الان پس وقتش این شمشیر رو بدیم بالا. دو تا تایتانت چانک میخواد. اوکی بریم دو تا بخریم، یعنی یکی که دارم یه دونه دیگه بخرم از این. خب الان پس گریت سوردم دیگه بیشتر از لول 10 نمیشه درسته؟ نه دیگه بیشتر از لول 10 اصلا نداره بازی. خب الان یعنی ما گریت سورد 1 تا لول 15 هم میرفت ولی اینجا تا لول 10 توی دارک سورد 2 و دارک سورد 3 تا لول 10 فقط میره. خب شمشیر دوم باز یه لول آپ کردم، 3 تا دیگه تایتان چانک میخواد که الان دیگه پول ندارم و برم این مابقی پولم رو چیز بگیرم، لایف جم بگیرم.
اسید میخوایم سولفوریک. یه لایفتایم بگیم. آره 1600 تا بیشتر ندارم آخه. 5 تا میخرم. اسید سولفوریک. ببین الان 85 تاست. چه عددی هم ست کردم. خب. عدد مقدس و خب ببین الان من لول گریت سوردم 10، لول چیزم مثبت 8، لول رد آیرون توین بلید. اینم فکر کنم یه دونه تایتانیک سلب میخواد، اینه همینه، سه تا تایتانیک چانک میخواد بشه لول 9، یه دونه تایتانیک سلب میخواد. یعنی من الان تقریبا 25000 تا در میارم، اینم لول 10 کردم و عجب بکش بکشی با خودم میگم بکن بکن میشه، دیدم خیلی زایی است. الان کجا بیام؟ تو که تا الانشو گفتی میخوای بقیهش هم بگی؟ والا خب الان کجا بیام؟ الان باید بریم توی این فایر چیز باشت، من این برای الان خودم درگیر یه نمی بودم، اگه نمیرم الان بودم توی بومفایر دوم چیز Forest of the Fallen Giant. خب بریم توی بومفایر دوم Forest of the Fallen Giant، دومش میشود Cardinal Tower. آره اونجا هست همون اول، ولی با همین دیگه تو گذشته. آره ببین یادم که گذشته رو میشد با هم رفت یا نه، ولی میشه کلیدو که استفاده نکردم که نه کلید چی استفاده بکنم؟ کلیده گفتی؟ آه چون با همه میتونم تغییر تو گذشته بدم، نیازی نیست جایی استفاده کنم؟ آره 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 نه 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 اوتوماتیک روی یه سری جاها رو دیگه میتونی بری از این به بعد. خب یه سوال، بغل امید بغل این فلش های رو به بالای من سه تا آبیه، بعد یه علامت خط قرمز توشه، اون چیه؟ زیر خط انرژی که چهار تا فلش رو به بالاست. خب آره بغلش یه چیز سفیدی کشیده روش خط قرمز خورده. آها اصلا منظورش اینه که اینجا الان نمیتونی بکنی و فلان و اینجور داستان. اه خب با چیکار کنم الان؟ احتمال آره خب الان شما باید باید بری توی چیز یه چیز داره اونجا، نردبونه رو یادت میرفتیم پایین ازش؟ آره آره خب نردبونه ازش بیا پایین، باز اون دوتا رو بکشم. آره اون دوتا رو بکش، حالا این دفعه از اون پل رد شو برو اون برش. اینا رو راحت میمیرن؟ اوه یه ضربه ای هم مشکل هم الان میاد. خب بذار ببینیم با این چجوریه. اوه 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 چه کشتم رفت. خب الان پوله رو رد شم برم اون ور، بعد چیکار کنم؟ پوله رو میری اون ور، بعد سمت راستش یه دره درسته؟ خب اینا که کشتم هیچی، بعد پوله سمت پشت سر. آره ببین درست میگم، پوله رو باید بیام ببین پوله وقتی از نردبون میای پایی بیام این ور پول یا نه، اینو بگو. آره برو اون ور پول. خب یه در کوچیکه، یکی رو کشتم میام اینجا. آره در رو که میگم واقعا توی در میری یه پله سمت چپت یه دونه مسیره. آره خب برو تو اون مسیره، یه دونه از اون درا میبینی که نوشته Produce Symbol of King. آره آره یادته؟ آره باید انگشته رو بذارم، انگشته رو بذار که این دره باز بشه و این دره تو رو میبره به گذشته. سه تا از این چیزا الان بوده، سه تا از این جاهایی که میخوایم بریم وجود داره که ما همین یه دونه رو الان میخوایم بریم، به خاطر اینکه ما دنبال در واقع کشتن وندریک و این چیزا نیستیم. حالا تو صحبتی با خواهی کردم گفتی که خیلی علاقه نداری وندریک. آره در نهایج چیز میکنیم این اتیکر رو اینطوری میریم که اون دوتا خاطره رو نمیریم، چون اینجا الان باید بریم تو خاطرات. آها تو گذشته تو خاطرات باید بریم و اینجا یه سری کار رو داریم. خب اینجا ولی تو میتونی بیای اینجا رو؟
چون رفع این علامته که نمیتونیم. امیدوارم آره علامت رفع فقط. امیدوارم که بتونیم فکر کنم میتونیم چون علامت سفیده بود که نمیشد رفع الان. نه آخه بحث اینه که باید بریم توی مموری. الان مهمترین بحث اینه که باید توی مموری باید بریم آخه. الان همین میگم که مقدار چیزه. خب یه بونفایر الان جلو سیف کردم. اوکی برو تو بونفایره بشه. سیف کردم نشستی. آره خب الان اینجا یه دونه چیز میبینی، میری جلوتر یه دونه درخت میبینی که شبیه این جاینت هاست. خب درسته برو تو درخته اگزمین بزن. جلو درخته جلو درخته اگزمین بزن. میری تو درخت. اینجا الان در واقع درخت نیست، این یه خاطره. آها و فقط به کمک این آیتمی که از این انشنت اجده هایی گرفتیم رفتیم توی گذشته. دقیقا. حالا توی این گذشته چه اتفاقی میفت؟ من بعید نه اینجا نمیشه اصلا سامن کرد. خب یه لحظه وایسا. خب یه لحظه وایسا. آقا آرزم به خدمتتون که همینجا قسمت 15 تموم میشه. قسمت 15 که قرار بود قسمت 16 باشه بچه ها، و اینکه دقیقا ما الان در شروع یه اتفاق عجیبیم، اومدیم توی گذشته تو زمان سفر کردیم با آیتمی که از اجدها گرفتیم و تو گذشته قراره یه سری تغییرات بدیم. آرزم به خدمت گلتون که قول میدم که قسمت 16 هم که بعد از این قسمت خیلی سریع آپلود بشه چون جای خیلی حساسیه، ولی از جایی که قراره ویدیو رو خیلی طولانی نذاریم همینجا من میخوام ببندم ویدیو رو. قبلش هم یه نکته بگم، منتها میخوام اول امید خدافظی کنه، من تو صحبتای پایانی بگم. امید بیا خدافظی تو بکن. آشا خیلی مخلصیم، دمتون گرم، ان شاءالله که روز خیلی خوبی داشته باشین. مخلص. دلیل اینکه حجم ویدیوها کم شده بچه خیلی ساده است، هم من هم امید محتوامون دوست داریم که آنلاین و لایو دیده بشه و خیلی از بچه‌ها متاسفانه ویدیوها رو ضبط می‌کردن. بهانه‌شون هم این بود که ویدیوها طولانیه. اولا که خواهشن ویدیوها رو ضبط نکنید، وقتی ضبط می‌کنید عملا ما تبلیغات روی ویوهامون دیده نمیشه و انگیزه نمیگیریم، و اگر که مثلا هنوز مانیتایز امید اکتیو نشده، تایمی که شما میذاریم به صورت لایو میبینید باعث میشه که ویدیوش ساجست بشه واسه دیگران، و با سیف کردنش دارین ضربه میزنین به محتواسازی که دوستش دارین. خواهشن دانلودش نکنید، هزینه‌ای هم نداره، لایو بشینین ببینید. هم من هم امید تایم ویدیوامون هم کوتاه کردیم و معمولا جاهای مهم پاز میکنیم مثل اینجا. توی دیسکریپشن فراموش نکنین حتما محتواهای من رو امید رو دنبال کنین توی تویچ و اینستاگرام و یوتیوب، مخصوصا یوتیوب امید رو. و نهایتا اینکه اگه دفعه اولی هم بود که کانال من رو دنبال میکردین، حتما کانال رو ساب کنین، روی زنگوله هم بزنین تا ویدیو جدیدی اومد در جهنش قرار بگیرین. معطلتون نمیکنم، منتظر قسمت 16 به زودی زود 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 باشین. Fela.